اگر تابع F به صورت زیر باشد، اگر برد این تابع داره سه عضو متمایز باشد، چند مقدار مختلف برای A وجود دارد؟ آقا برد کدوم ها بود؟ مؤلفه های دوم. سه تا عضو داشته باشه. خب این سه تا عضو داره دیگه، 16 و 9 و 1. پس این A2 این تا باید با یه دونه از اینا برابر باشه. من اگر بیام A2 رو مثلا مساوی 1 فرض کنم، پس A من میشه مثبت و منفی 1. خب دو حالت، آ رو یه بار یک میذارم، یه بار آ رو منفی یک میذارم. تو حالت اولی اگر آ یک باشه اینجوری میشه، میشه یک و 16. درسته، آ هم یکه دیگه، بعدی میشه یک و یک. این میبینیم مؤلف های اولش برابره اما دومیاش برابر نیست، پس این تابع نیست، یعنی آ نمیتونه یک باشه. بریم منفی یک رو چک کنیم. اگر آ رو منفی یک بذارم، خب این میشه منفی یک و یک، اون یکی میشه چی بچه ها؟ چهار و یک. این هم که میشه سه و نه، این هم که یک و شونزده. بیاییم بنویسمش سه و نه، یک و شونزده. الان شما مؤلف های اول برابر اصلا تو این نمیبینی، پس این میتونه تابع باشه. اگر آ دو بیاد مساوی نه باشه، پس آه من یا سه بوده یا منفی سه بوده. اگر آ رو سه فرض بکنم این میشه چند؟ سه و نه. این یکی میشه چند؟ این دوتا سه و نه، این یکی میشه سه و یک. میبینی؟ دوباره اولیاش برابره ولی دومیاش برابر نیست، پس اینم نمیتونه باشه. اما اگر آ رو منفی سه بذارم این میشه یک و شونزده. سه و نه، این یکی میشه منفی سه و یک، این هم میشه منفی چهار و نه. میبینی مؤلف های اولش با هم برابر نیست، پس این میتونه تابع باشه. اگر بیام آ دو رو فرض کنم مساوی 16، اون وقت یا آ من چهار بوده یا آ من منفی چهار بوده. اگر چهار باشه این میشه چهار و یک، درسته؟ بعدیش میشه منفی چهار و شونزده، بعدیش میشه سه و نه مثلا، حالا به ترتیب هم ننوشیم ننوشیم، این هم میشه یک و شونزده. میبینی؟ مؤلف های اولش با هم برابر نیست، پس این میتونه درست باشه. و اگر منفی چهار باشه این میشه منفی چهار و یک، این آخریه میشه منفی 4 و 16. دوباره دو تا مؤلف های اولش برابره ولی مؤلف های دومش برابر نیست، پس اینم تابع نیست. شما تو چند حالت تابع داری؟ یه دونه، دو تا، سه تا. پس سه مقدار، یعنی گزینه شماره 2 برای آ میتونیم اختیار کنیم.